بازی پیچیده ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی علیه مخالفان و منتقدان به بهانه جنگ ایران و اسرائیل. من مهدی مهدوی آزاد، بریم چهارشنبه 18 مهر 1403 9 اکتبر 2024. خانم آقایان، خوش آمدید به چشم انداز. یک بار دیگه حکومت ایران در باطلاق سیاست‌های شعاری و ایدئولوژیکش گرفتار شده، از هر طرف شکست خورده، ما رو هم بدبخت کرده. مطابق تنها راهکار موجود خودش، یعنی پروپاگاندا و فرافکنی علیه دیگران پناه برده. این روزها اگر صدا و سیما تا شبکه‌های اجتماعی رو نگاه کنید، می‌بینید بحث زیادی درباره سیاست خارجی ایدئولوژیک حکومت، جاسوس پروری حکومت، صدها میلیارد دلار سرمایه‌ای که به پای حماس، حزب الله، بقیه گروه‌های تروریستی ریختن نیست. بحث دمردار نیست. می‌بینید بحث بر سر این نیست که سیاست خارجی ایران چه اشتباهاتی داشته، چه بلایی سر ما آورده 40 سال گذشته. علی خامنه‌ای چه کارهایی کرده؟ بحث بر سر این نیست که سپاه چه کار کرده یا جامعه ایران و چند نسل ما چقدر هزینه دادن. بلکه بحث بر سر اینه که مخالفان یا منتقدان حکومت، از اونها که در زندانن، در هستن، در زندانن، تا اونا که در تبعیدن، اونا چه کردن؟ اگر به جمهوری اسلامی بگید این روزا، اگر جمهوری اسلامی بگید که تو حق نداری جنگ راه بندازی، حق نداری حکومت ایران موشک شلیک کنی، علی خامنه‌ای تو حق نداری ما رو ببری در چاله یک جنگ، لشکر بزرگ پشموها و مفخورهای سایبری سرتون میریزن فوری، که این آدم طرفدار اسرائیل، غرب گداست، مرعوب، مزدور و اینجور خزعبلات، اگه میشه که نباید بجنگی، اگه بهش میگه آقا اصلا به جهنم برو بجنگ. جمهوری اسلامی که 40 سال هست میگی میخوای اسرائیل رو نابود کنی، خب آدم برو بجنگ، برو نابودش کن. باز دوباره لشکر بزرگ پشموها و مفتخورهای سایبری سرتون میریزن که این طرف داره تحریک به جنگ میکنه، داره جنگ را میندازه، نفوذ اسرائیل میخواد کشور نابود کنه. و اگه بگه ای بابا اصلا به من چه، این جنگ اسرائیل و سپاهه، به من ربطی نداره، جنگ مملت نیست، جنگ اون دو تاست، خواستید بجنگید، خواستید داشتی کنید، هر قدری دوست دارید بکنید، باز دوباره لشکر بزرگ این پشموها و مفخورهای سایبری سرتون میریزن که آقا این آقا بی وطنه، وطن فروشه، داره بی تفاوتی به وطن رو ترویج میده. اینا که میگم تئوری نیست خانم آقایون، این اتفاقاتی است که هر روز داره در شبکه‌های اجتماعی در قبال منتقدان میفته. سرتون درد نیارم. چه به جمهوری اسلامی بگید نجنگ، چه بهش بگید بجنگ، چه بگید آقا اصلا به من مربوط نیست، در هر حال ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی شما رو ترور شخصیت خواهد کرد. چرا؟ چون دغدغه اصلی حکومت‌های توتالیتر کیش شخصیت نه جنگ هست نه صلح، دغدغه اصلی اونها نه وطن هست نه مردم، دغدغه اصلی اونها این هست که همه شما باید تابع و تسلیم باشید، کسی نباید در مقابل حکومت اما و اگری بیاره، همه باید ذوب در ولایت باشن. این همین بازی رو خانم آقا، این همین بازی رو سر تحریم هم دیدیم، مگه نبود؟ اگر به حکومت اون زمان انتقاد می‌کردید که آقا چرا ایران رو بدبخت کردید، چرا ما رو زیر تحریم بردید، میگفتن شما غرب زده اید، غرب گدایید، ستون پنجمی ترسو اید، میگفتن تحریم ها نعمته. تو همون لحظه که به شما میگفتن تحریم ها نعمته، اگه کسی میگفت آقا این حکومتی که میگه تحریم ها نعمته است بیشتر تحریمش کنید، صدا سیماش هم تحریم کنید، بلافاصله ماشین پروپاگاندا حکومت میاد واسه آقا این آدم عامل نفوذی دشمن، عامل بدبختی مردم ایرانه، چون میخواد ایران تحریم کنه، این آدم میخواد اقتصاد ملی رو ضعیف کنه، مردم این آدم دشمن شماست، میخواد تحریمتون کنه. زمان جنگ عراق و ایران هم همین بود، هر چی میگفتید، هر انتقادی میکردید شما رو دشمن و نفوذی و ستون پنجم و منافق و اینجور چیزا معرفی میکردن. اگر سرخورده میشید و میخواستید سکوت کنید، هم شعار میدادن سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بمارد. چرا؟ دوباره میگم چون در حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی، در حکومت‌های توتالیتر کیش شخصیت، مردم فقط یه راه دارند و اون هم تبعیت محض هست. شما باید تبعیت محض کنید، یا باید سرباز باشید و بجنگید، یا نه باید شهید بشید واسه شون یه تابلو عکس باشید. در غیر این صورت هر چی بگید شما محکومید و هر چی بگید مقصرید، هر چی بگید شما رو مقصر میکنن. برگردیم به جنگ ایران و اسرائیل. به امروز بگذارید اول براتون دوتا مثال بزنم. همین امروز که دارم صحبت میکنم، چهارشنبه، روزنامه فرهیختگان صفحه اولش رو، کل صفحه اولش رو به یک تیتر اختصاص داده، چیتر بزرگ: ایران واحد علیه آدم کش ها. تصویری که روزنامه میسازه اینه که آره همه مردم ایران الان همه متحد شدن، اصلا مخالف انتقاد نه، انگار نه انگار که چند وقت پیش همین دو سه ماه نشده انتخابات بود 60% مردم دور اول نیومدن، تازه طبق آمار حکومتی میگه آره همه متحد شدن در مقابل آدم کش ها. حالا آدم کش ها کیه؟ وقتی نوبت به معرفی آدم کش ها رسیده، نتانیاهو
ترامپ، کامالا هریس نامزد دموکرات‌ها، حامد اسماعیلیون و شاهزاده رضا پهلوی را عکس رو انداخته. ببینید اصلا مهم نیست گرایش سیاسی شما یا گرایش سیاسی من چی هست. مهم نیست شما موافق حامد اسماعیلی خوشتون میاد یا بدتون میاد، موافق شاهزاده رضا پهلوی یا بدتون، اصلا مهم نیست چپید راستید. مهم اینه که هر کسی که از واقعیت‌های فضای سیاسی آشنا باشه، واقعیت رو بشناسه، میدونه که بین این آدم‌ها هیچ ارتباطی وجود نداره. آخه چطور ممکنه دو تا از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی به عنوان آدمکش عامل بدبختی مردم غزه یا مردم لبنان یا مردم ایران معرفی شن؟ چه نقشی داشتن در این جنگ؟ چه نقشی داشتن در غزه؟ جمهوری اسلامی رفته 40 سال پول ما رو داده به حماس، حماس رفته جنایت کرده، آدم کشته، اسرائیل شلیک کرده به اون، 30-40 هزار تا کشته شدن. اونا با هم جنگیدن، بعد یه مخالف جمهوری اسلامی که تمام این سالا مثلا میگفت آقا نباید از توریسم حمایت کنین، اون مقصر شد. مثال دوم، سرمقاله امروز و چهارشنبه روزنامه اعتماد، عنوانش چیه؟ جنگ گسترده روانی علیه اذهان مردم. در انتهای این سرمقاله عینن چیزی که اومده رو براتون میخونم. پیام نتانیاهو به ایرانیان نشان داد که اگر اسرائیل بیش از تحرکات نظامی که اسرائیل بیش از تحرکات نظامی امید به القاعات سیاسیون غیر متحد در داخل و براندازان بی‌وطن در خارج داره. تکرار میکنم عین این سرمقاله خود اول روزنامه اعتماد. بر این اساس، دوباره این مقاله رو برام براتون میخوام، بر این اساس هر کس با هر عقیده‌ای حتی مخالف سرسخت جمهوری اسلامی اگر در قاموس خود برای وطن ارزشی قائل است، نه تنها در شرایط کنونی فرصت طلبی نمی کند و حتی سکوت را جایز نمی داند، بلکه با تمام توان فکری و لسانی آتش توپخانه جنگ روانی اسرائیل و گدایان آویزان به او را خاموش می کند. خانم آقایان، این همان صورت وقیحانه و گستاخانه پروپاگاندا است که خدمتتون عرض کردم. این همون صورت وقیحانه و گستاخانه تبلیغات پروپاگاندا هست و عوامل حقیر پروپاگاندا که بعضی وقتا خودشون متوجه نمیشن. بعضی وقتا این یکی از مشخصه های حکومت های توتالیتره دیگه. بعضی وقتا خودشون فکر من دارن به وطن خدمت میکنن، ولی اینجوری در حقیقت یک ایدئولوژی خشن فاسد ناکارآمد رو دارن تقویت میکنن. مثل روز روشن هست که اولا جنگ چیز خوبی نیست. مثل روز روشن است که یک جنگ باعث تغییر حکومت در ایران نخواهد شد، اونم جنگ ایران اسرائیل. اگر شکل جنگ آمریکا و عراق باشه بس دیگه است، ولی جنگ ایران اسرائیل مثل روز روشن یه جنگ، حتی اگه چند روزم طول بکشه، باعث تغییر حکومت نخواهد شد. مثل روز روشن جنگ حتی باعث تغییر رفتار حکومت های جدید در داخل هم نخواهد شد. البته تقصیر اگر بگذره جنگ که میتونه مخالفان رو تقویت کنه، در صفوف داخلی اون حکومت میتونه اختلافاتی بندازه، تاثیراتی داره. منتها باز مثل روز روشن هست که فعالان سیاسی واقعی، سیاستمداران کارکشته، از هر جنایی که باشه کسی دلشو نبست، دل نبسته به این که مثلا با جنگ بخواد کاری بکنه، حتی اگر 4 نفرم دل بسته باشن. این لشکر عظیم، این 10% جامعه ایران خارج از کشورن، این مخالفین بزرگ جمهوری اسلامی، از راستگرایان ملی‌گرا شما شروع کنید تا چپ‌ها، از لیبرال‌ها شما بگیرید تا مذهبیون مخالف جمهوری اسلامی، از فعالان زنان شروع بکنید تا فعالان قوم‌گرا، این در واقع یک ملت بزرگ شما می‌دید. بخشی پاره بزرگی از این ملت در خارجن و بخش بزرگترشون در داخل هستن، مخالفانی که در زندانن، تحت فشارن. اینا چه نقشی داشتن در این فضا، چه نقشی داشتن در ایجاد این جنگ؟ که مثل تحریم ها الان میخوان اینها رو مقصر معرفی بکنن، که روزنامه فریختگان بیاد بگه که آقا اینا بودن آدم کشان، اینا ملت مردم غزه رو کشتن، اینا میخوان مردم رو بکشن، و اون یکی هم در روزنامه اعتماد بیاد بگه که آقا اینا مخالفان هستن، اینا همشون عامل نتانیاهو هستن. آلترناتیو این وضعیت چیه؟ بهتون میگم چیه. یک روزی بوده 24-5 سال پیش، روزنامه‌های تازه شکل گرفته بود بعد از دوم خرداد، محمد تقی مصباح یزدی اومد گفتش که یک کسی، یک آمریکایی، یه چمدون پول ارزش گستش گرفته 25 میلیون دلار یا 20 میلیون دلار آورده ایران داده به روزنامه نگارا، در حالی که ما همون به نون شب محتاج بودیم، روزنامه رو چند وقتی بار می‌بستن، هممون یه ما کار می‌کردیم، دو ما کار نمی‌کردیم. میگفتش که آره 20 میلیون دلار پول برداشت آورده تو ایران. اون موقع نه روز تلویزیون بی بی سی بود، نه ایران اینترنشنال بود، نه رادیو فردا بود، هیچ کدوم اینا نبود. ماجرا گذشت، این روزنامه ها تعدادشون یه ذره بیشتر شد، نمیدونم یه ذره فلان شد، بعد احمد جنتی اومد گفتش که آره پادشاه عربستان 1 میلیارد دلار بود داده به خاتمی. احمد جنتی گفت. بعد گذشت، تلویزیون بی بی سی را افتاد، گفتن آقا بی بی سی، همه چیز انداختن گردن بی بی سی. بعد از بی بی سی رادیو فردا، همه چیز انداختن گردن تلویزیون شد. بعد از اون ایران اینترنشنال اومد، ایران اینترنشنال اومد در واقع لحن صریح‌تر داشت، نزدیک‌تر بود به عموم جامعه مردم ایران، مجبور نبود سیاست در واقع دیپلماتیک دولتی رو دنبال بکنه.
ریختن سر ایران اینترنشنال. منظورم این هستش که حالا حتی همه اینها اگر تعطیل بشن، اگر همه اینا تعطیل شن، همین روزنامه اعتمادی که الان سر مقاله می‌نویسه علی مخالفین، همین روزنامه اعتماد دوباره میگه او پول گرفته از آمریکا، چون ما بودیم تو این شرایط. حتی اگر تمام این روزنامه ها تعطیل بشن، روزنامه کیهان بمونه و روزنامه اطلاعات، این دیالکتیک حکومت های استبدادی خودکام است، کیهان بمونه اطلاعات، باز کیهان میاد میگه که روزنامه اطلاعات عامل دشمنه، چون حکومت های توتالیتر نیاز دارن به دشمن، چون نیاز دارن به فراکفکنی، چون نیاز دارن مخالفین رو عامل بدبختی معرفی کنن و خودشون رو تبرئه کنن، چون این یکی از معدود راهکارهای مانده برای اونهاست برای اینکه بین مخالفینشون اختلاف بندازن. جمله آخر، حکومت های تمامیت خواه، حکومت های شکست خورده و فاسد دیگه راهی ندارن که شما رو قانع بکنن، مردم رو قانع بکنن که ما خوبیم یا خوبی هایی داریم. اونها اگر راهی داشته باشن این هستش که به شما بگن مخالفینتون بد هستن. در واقع تنها راه اونها بقا در سرزمین بدون درخت است. وقتی که همه سرها رو بزنن هیچ بلندی وجود نداشته باشه، اون واقع کتولگی خودشون رو به نام طبیعت و اقتضا توجیه خواهند کرد. محسن سازگاران، فعال سیاسی جمهوری خواه و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن اینجاست. همچنین فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی و فعال سیاسی حامی شاهزاده رضا پهلوی از فرانکفورت، و فرج سرکوهی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد چپگرا از فرانکفورت. خانم آقایان خوش آمدید، سپاسگزارم که تشریف آوردید و فرصت دادید، و عذرخواهی میکنم اگه مقدمه یکی دو سه دقیقه طولانی تر شد. آقای سازگارا از شما شروع میکنیم. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی ایران، اگر بخواید ماشین پروپاگاندای ایران رو در مجموع، چون من میدونم شما به دقت دنبال میکنید، ویدیوهای روزانه هم میدید، بخواید بگید تو این روزها عملکردش چی بوده، کارش چی بوده رو کوتاه بخواید توضیح بدید، چی فکر میکنید، چی میگید؟ ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای سرکوهی، خانم کنعانی و همه بینندگان عزیز، والا به نظر من همون ردقای سابق رو دارن فتق میکنن، یعنی همین پروپاگاندای 45 ساله دشمن محور به اصطلاح فرافکن همه چیز دست خارجی هاست، توری توطئه و به خوبی شما توضیح دادید، در واقع رویده بر بستر یک حکومت ایدئولوژیگرای عقب افتاده از نظر من قرون وسطایی، و حیاتش در واقع در همین دشمن داشتن و همین مسئله عرض شود که اختلاف افکنی و غیره. اتفاقا ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی بخش رسانه گروهی شکست خورده، یعنی رادیو تلویزیون رسمیش با اون همه عرض و طولی که داره جلوی رسانه های گروهی خارج از ایران شکست خورده، به یه دلیل خیلی ساده که دروغ میگن و مردم اعتمادشون سلب شده. اما اون بخش سایبریش که مخفی هم هست، یه ده بازنشسته های وزارت اطلاعات و سپاه و اینا را بردن پرکلیک بهشون پول میدن، اینا رو نشوندن با هر کدوم 5 تا 6 تا آی پی ادرس و کامپیوتری که در اختیارشونه، صبح تا شب توی این شبکه‌های اجتماعی هم بهشون هم میگن چه جوری حمله کنن، و به دست اونا در واقع میشه گفت این بخش ماشین پروپاگاندا هنوز داره برای جمهوری اسلامی کار میکنه. البته یه بخش دیگه هم هست که نگرش داشته اونم ماشین سرکوب بشه. بقیه بخش حکومت، ستونهای نگه دارنده حکومت ریزش کرده، تو مردم ریزش کرده و پایگاه مشروعیت معبولیتی نداره. الان جمهوری اسلامی روی این دو بخش استاده، ماشین نصف ماشین پروپاگاندا که عمدتاً سایبریه و ماشین سرکوبش که هست. اینا هم عرض خود میبری و زحمت ما میداریه، یعنی جنجال درست کردن این که ملیه و بیاید و وایسین، و به قول وزارت اطلاعات بعد از 7 اکتبر پارسال که فکر میخواستن تظاهرات را بندازن، 10,000 نفر بیشتر نتونستن جمع کنن، حتی آدم خودشون هم نیومدن تو میدون فلسطین، میدون کاخ، گفته بود مردم به طرز ترسناکی به حکومت پشت کردن و به هیچ وجه پشتیبان این سیاست ها نیستن. بنابراین فکر میکنم هم هوشیاری مخالفین رو میطلبه که تو دام نیفتن و این جنجالا و اینام حکومت طرفی ازش نمیتونه ببنده، ملت رو بیاره پشت خودش متحد کنه برای این جنگی که جنگ ملت ایران نیست، جنگ خامنه‌ای و سپاه با اسرائیل.
خیلی نکته جالبی گفت. اتفاقا میخوام میخواستم همین رو دقیقاً از خانم کنانی بپرسم. خانم کنانی خوش آمد به شما میگویم. شما اتفاقا جامعه شناس هم هستید. آقای سازگارا میگن این جنگ ملت ایران نیست، جنگ اسرائیل هست و سپاه. منم شخصا مسئله‌اشو به عهده میگیرم. منم دقیقاً همینطوری فکر میکنم، تو مقدمه هم توضیح دادم. حالا شما به نظر ماشین پروپاگاندای ایران چی میگه؟ جمهوری اسلامی داره میگه شما اگه همین حرفو الان تو شبکه اجتماعی بنویسین میگه تو بیوطنی، تو مزدوری. چی جنگ تو نیست، جنگ ایرانه. نتانیاهو با خامنه ای کار نداره، با ایران کار داره. نمیدونم میدونی میخواد ایرانو تجزیه کنه، ایرانو میخواد خراب کنه، ایرانو میخواد بدبخت کنه. شما چه فکر میکنید؟ درود بر شما. ببینید در درجه اول اینکه حالا سایبری های رژیم به اصطلاح به ما بگن مزدور یا هر چیز دیگه هیچ اهمیتی نداره. این سایبری ها مدت ها به این مردم توهین ها کردند، این حکومت مدت ها کرامت انسانی این مردم و این کشور بار برده، بنابراین آنچه که اونها میگن خب بدیهی است که هیچ اهمیتی نداره. منتها در مورد این مسئله، این شکاف یک شکاف واقعیه. آنچه که ما مردم فکر میکنم حداقل در این چند سال اخیر، در طول این پژوهش‌های اخیر به خوبی مشخص کردیم، آقای مذهبی آزاد در دیماه 96 به یاد بیارید اون نماز جمعه معروف رو که کشاورزان پشت به امام جمعه، پشت به میهن رو به پشت به دشمن رو به میهن میگفتن. یعنی همون زمان هم اگر به یاد بیارید در چندین سال گذشته و به خصوص در این خیزش انقلابی اخیر، واضح تکلیف جمهوری اسلامی رو مردم سعی کردن حداقل تا جایی که ممکنه و به خصوص دیاسپورا در خارج از مرزهای ایران مشخص کنه که از جمهوری اسلامی جداست. مردم و جمهوری، مردم ایران و جمهوری اسلامی از بسا در دو سر این پاره خط قرار دارن و در یک دشمنی 45 ساله و در اتفاقا در یک جنگ دائمی وجود دارن. اینکه حالا سمت مردم مسلح نیستن اصلا به این معنا نیست که واقعا جنگ جریان نداره. موقعی که موشک پرانی اول جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام گرفت، اگر یادتون باشه همزمان در ایران در داخل خیابان‌ها لشکرکشی کردن علیه زن و بچه‌های مردم، علیه مردم ایران، و شروع کردن همزمان این طرح اصطلاحاً گشت ارشاد جدیدشون رو اجرا کردن. بنابراین این تفکیک یک تفکیک واقعیه. آیا این جنگ جنگ جمهوری اسلامی یا جنگ مردم؟ منم با فرمایش شما موافقم. فکر می‌کنم کمتر کسی هم مثلا جز به قول شما همون سایبری‌ها در این سیستم مخالف این جریان باشه. ببینید دولت اسرائیل، وزیرش، وزارت دفاعش و حتی شخص نتانیاهو پیام میده و میگه که ما میدونیم، یعنی کسی که اصطلاحا باید دشمن محسوب بشه اگر این پروپاگاندا قرار باشه قبول بشه، ما میدونیم حساب مردم از حساب جمهوری اسلامی جداست و ما هم میدونیم که این حساب باید همینطور دیگه داشته بشه. آقای شاهزاده رضا پهلوی بهشون اشاره کردید، ایشون هم پیام میدن و مطمئنم خیلی کسای دیگه که در فضای سیاسی هستن عنوان میکنن که این جنگ جنگ مردم نیست و در واقع یک نوع این پیام رو میفرستن که حتی مواظب باشید که مردم بتونن این حرف رو در واقع قبول کنن و این جنگ در واقع نشه جنگ ایران و اسرائیل. بنابراین من فکر میکنم همینی که میفرمایین درسته، این یک پروپاگاندای مرده است. منتها جمهوری اسلامی طبیعتاً احتیاج داره که این پروپاگاندا رو سر پا نگه داره به امید اینکه آن جنگ جنگ تا پیروزی که در جنگ 8 ساله در واقع مردم متحمل شدند، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به اون جنگ احتیاج داشت. بیاد بیاری سخنرانی خمینی رو که متعهد بود روزی میاد، شبی میاد، صدای توپی در میشه و خمودگی رو از انسان‌ها میگیره. کسی که معتقد بود جنگ برای اینه که در واقع جوان‌ها رو از کلاب‌ها و از میکده‌ها جمع کنیم، واقعاً به چشم یک نعمت بهش نگاه می‌کرد. امیدوارن که اون دوره، به قول خودشون دوران طلایی امام، شاید برگرده، شاید در لوای یک جنگی که دارن تظاهر می‌کنن جنگ مردم ایران هست، باز بتونن مردم رو پشت این حکومت داشته باشن. ولی خب من فکر می‌کنم واقعا این یک خیال باطل بیشتر نیست. متشکرم. آقای سرکوی به شما هم خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از تحملتون. ببینید آقای سرکوی، من میفهمم که در جامعه بزرگ مخالفین جمهوری اسلامی تفاوت نظرها وجود داره، مخالف منتقدینی هستن با استقلال نظرشون، میفهمم حساسیت هایی دارن، دغدغه‌ای دارن، چه بس حتی بعضی وقتا انتقاداتی هم من داشته باشن، از من عیبی نداره. ساختار حکومتی میاد اینا رو آگراندیسمان میکنه و فضای سیاسی عوض میکنه. از جمله در همین سرمقاله امروز روزنامه اعتماد که من خوندم، خط بالاییش رو که دیگه نخوندم، نوشته که آره چرا مخالفین جمهوری اسلامی حاضر نیستن ده ها هزار نفر کشته شدن، ده ها هزار نفر در غزه رو محکوم کنن. در حالی که من یادم فکر کنم هم شما خود من با محکوم کردیم، اونطور مقصدش خب ممکنه جمهوری اسلامی بدونیم یا حتی تعریف پیچیده. شما به من بگید که آیا تصورتون این هست که آنچنان که جمهوری اسلامی میگه مخالفین، اگر کسی الان بگه که این جنگ ما نیست، سرباز نتانیاهوست، اگر کسی روایتی جز روایت رسمی حکومت داشته باشه به سرباز نتانیاهو تبدیل میشه؟
من سلام میکنم به شما و آقای سازگارا، خانم کنانی و بینندگان این برنامه. ببینید خیلی روشن هست، من سریع بگم که این جنگ یک طرفش دولت راست بر راست افراطی اسرائیل قرار داره که میخواد این نظم جهانیشو با بمباران و کشتار مردم به لبنان و فلسطین به اصطلاح تحمیل بکنه، اون طرف دیگه گروهای بنیادگرای اسلامی مثل حزب الله و حماس قرار دارن که با شیوه های تروریستی به کار میبرن، این برش جمهوری اسلامی قرار داره که برخلاف خواست مردم ایران و برخلاف منافع ملی ما برنامه نابودی اسرائیل رو پیش گرفته و به اصطلاح با کمک های نظامی و با میلیاردها دلار کشورمون با یک بنبست روبرو کرده. بنابراین در این جنگ در واقع و مردم منافع مردم در وسط نیست، هیچ کدوم از این طرفینشون. حالا خود تنش البته سابقه دراز مدتی داره، من دارم در موقع فعلی صحبت می‌کنم. حالا این شیوه جمهوری اسلام و من تا اونجا که دیدم و خوندم و شنیدم و اینا، اغلب گرایش‌های سیاسی مخالف و منتقد جمهوری اسلامی از طیف‌های گوناگون هم جنگ رو محکوم می‌کنن هم جمهوری اسلامی رو، و جمهوری اسلامی رو یکی از عوامل جنگ می‌دونن. خب و طبیعتاً مثلا شما و خواستار این هستن که ما به اصطلاح عامل جنگ یعنی جمهوری اسلامی گذر بکنیم در یک گذار دموکراتیکی که بر بستر مبارزات مردم ایران شکل می‌گیره، نه اینکه با بمباران و ارتش خارجی و اینها، بلکه بر بستر مبارزات دموکراتیک ایران. و اگر نگاه بکنین انقلاب دموکراتیک مردم ایران یه سری شاخصهایی هست که بچه مشترک تقریبا اکثریت هست: دموکراسی، حقوق بشر، جدای دین از حکومت، صلح و همزیستی مسالمت آمیز با تمام کشورهای دنیا و رفع همه تبعیض‌ها. این بچه مشترکی است که میتونه بگیم اغلب مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی دارن. حالا ممکنه یه گروه هایی هم هستن که دچار توهمات هستن، رژیم چنج و ورود ارتش خارجی و از این رویاها که هم نادرست هست، هم به زیان منافع ملی ماست، هم به زیان جنبش دموکراتیک مردم ایران است و هم اصلا عملی نیست و ممکن هم نیست و فقط رویا و توهم. حالا جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ مثل همیشه ببینید در تمام این 45 سال اگر نگاه بکنید، جمهوری اسلامی مخالفین و منتقدین خودشون رو همونطور که شما گفتید اتهام زده، و این اتهام معمولا اتهام به اصطلاح رابطه با خارجی است. یه زمان به ماها میگفتن زنده انقلاب، بعد اومدن گفت در دوران جنگ میگفتن عوامل عراق، بعد که جنگ تموم شد این خامنه ای به ما روشنفکران نویسندگان روزنامه‌نویسان گفت اسب تروای فرهنگ غرب، عوامل تهاجم فرهنگی غرب. این اتهاماتی بود که بود و حتی چکنجه دادن بعضی از ماها رو برای که بیان پشت تلویزیون اقرار بکنیم که ما اصلا عوامل تهاجم فرهنگی غرب هستیم. این نمیفهمید که فرهنگ و فرهنگ ها با هم تهاجم نمی کنن، فرهنگ ها با هم تبادل می کنن. ولی خب این اتهامات هست. حالا هم وقتی شما ببینید مسئله اصلی اینه، ایران این نکبت جمهوری اسلامی که بر سر ایران سایه افکنده، استبداد دینی، دیکتاتوری، فقر، بی‌عدالتی، همه اینها و جنگ رو هم ما رو در سایه جنگ هم قرار داده، ما میخوایم از این گذار بکنیم بر بستر مبارزات جنبش دموکراتیک مردم ایران. حالا جمهوری اسلامی چی میگه؟ میگه اینا عامل دندان ایکسترین. دو تا مثال، یه مثال من بزنم برای شما ببینید. یه زمانی من و محمد مختاری که بعداً کشتن در ماجرای قتل‌های سیاسی دستگیر کردن به دلیل اینکه گفتن دهنتون بوی عرق میده. همسران ما اومده بودن سند بذارن ما رو از دادگاه نهی منکرات آزاد کنن. همین روزنامه کیهان که شما اشاره میکنید نوشته بود فرج صبوری و محمد مختاری با دو فاحشه دستگیر کردن، یعنی همسران ما شدن فاحشه. حالا اونا اصلا صبح اومده بودن سند آورده بودن. ببینید این بسیار تخریب مخالفان، این که این مخالفان از نظر اخلاقی فاسدن، از نظر سیاسی وابسته به کشورهای غربی هستن، شیوه جمهوری اسلامی بوده، همیشه هم بوده. حالا هم جمهوری اسلامی از یک مثلا گرایش خیلی کوچیکی که امید بسته به تهاجم نمیدونم چه رژیم چنج از طریق حمله خارجی، اینو عمده میکنه. و بعد مثلا یه آدم مثل حامد اسماعیلیون که صریح و روشن اعلامیه داده، بیانیه داده و گفته که راه سوم، گفته نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی، گفته که ما نه جنگ میخواهیم و نه جمهوری اسلامی و کار ما مردم ایران مبارزه در بستر انقلاب دموکراتیک برای براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامیه. و بعد هم محکوم کرده به اصطلاح کار دولت راست افراطی اسرائیل رو که کشتار مردم غیر نظامی رو، اینو مثلا میخواد بذاره در کنار ناتانیاهو، مثلا این هم نمیچسبه. اما خب اینا همین کارو میکنن همیشه، یعنی هدف این هستش که مخالفین و مخالفین و منتقدین خودشون تخریب کنن. اینم من بگم که این دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، حالا رادیو تلویزیون، مساجد، فقط سایبری ها نیستن، در مسجدها، در منبرها، در حسینی ها، در آموزش پرورش، در دستگاه، با همه این گستردگی که داره شکست خورده.
واکنش اکثریت مردم ایران به جمهوری اسلامی نشون میده و حتی شیوه زیست مردم نشون میده. جنبش هایی که در ایران وجود داره، جنبش عمومی، نافرمانی زنان علیه حجاب اجباری، مبارزات صنفی کارگران، مبارزات کارمندان، مبارزات گوناگون، زندانیان سیاسی. ببینید زندانیان سیاسی ما، جمهوری اسلامی میخواد زندان رو به یک جایی بدل بکنه که مرکز به اصطلاح ترس باشه و دیگران رو به ترتونه. زندانیان سیاسی ما از کیفان گوناگون سه‌شنبه های به اصطلاح لغو مجازات اعدام دارن. زندان به مرکز مقاومت تبدیل شده. وقتی زندان به مرکز مقاومت تبدیل میشه، جامعه به داره مقاومت رو مبارزه میکنه. این پروپاگاندای تبلیغاتی طرفداران حکومت رو راضی میکنه، اما بقیه رو نه. خیلی متشکرم آقای سازگارا. یه چیز عجیبی که اینجا وجود داره در واقع پیوستن بخشی از نیروهای استاتال، مثلا همین روزنامه اعتماد که من میگم که حالا البته مدیرانش در واقع از مدیران دولت‌های پزشکیان هستن، اینا روزنامه خیلی شاخص استاتال و تازه تعریفشون از استاتال بخش مدنی بودن، فعال مدنی بودن. اینا الان این روزها مثلا علیه مخالفین یا علیه خارج کشور رسانه بعضیشون از کیهان تندترن واقعا. من حتی در کلاب هاوس گوش میکنم، مثلا شما دیگه در اصولگرایان خیلی فوش نمیدید، ولی استاتال میان بعضی وقتا فوش میدن. یه سوال، شما که خوب میشناسید ساختار اینا رو، حدود مثلا 30 سال پیش که این جنبش استاد رفت، آیا واقعا نگاه اونها در موضوعی مثل اسرائیل یا سیاست خارجی همینقدر که الان نشون میدن نزدیک به علی خامنه ای بود، یا در طول زمان تغییر پیدا کردن در واقع در حازمه علی خامنه ای به قول خودشون حذف شدن؟ حالا که اینو گفتین اجازه میخوام یه آب لطفی هم بریزم. یه چیزی یادم افتاد که بعد در راسته اون عرض میکنم. موقعی که ما روزنامه جامعه رو منتشر کردیم و اتفاقا آقای سرکوهی لطف کردن با ما هم مصاحبه کردن، خطر پیشه کردن و اون بلاهایی که تو اون دستگیری و شکنجه ها و اینها سرشون اومده بود رو گفتن تو مصاحبه و ما منتشر کردیم. من یادم هم موقعی که این آقای مصباح یزدی یا یکی دیگه گفته بود ما پول میگیریم و دلار میگیریم و 20 میلیون دلار و اینا، آقای ابراهیم نبوی که ستون طنز روزنامه رو می نوشت نکته بامزه ای نوشت. نوشت آره می گیریم، اشکالش این است که با کمپرسی اومدن پشت روزنامه یه سنتی خالی کردن. ما نشستیم داریم یه سنتی ها رو می شمریم و باهاش بخوانم بریم پیتزا بخوریم. این اتهامات به هر حال بوده، ولی راجع به اصلاح طلب ها متاسفانه، حالا که به من ارجاع دادید بگم، تمام اون کاری که مثلا روزنامه جامعه به عنوان یکی از محصولات جنبش اصلاحات اومد میدون کار کرد، بسن دوباره درآوردیم، بسن یکی دیگه درآوردیم، فوش خوردیم، کتک خوردیم، آقای خاتمی تنش رو کنار کشید. گاهی یواشکی آقای ابتهی از دفترش وقتی مثلا روزنامه بعدی رو در می آوردیم یواشکی زنگ می زد باری کلا تشویق می کرد، ولی علنی یک کلمه شما اگه سراغ داشته باشید که این همه روزنامه نگار زندان رفتن، کتک خوردن، تعطیل شدن، یک چیزی گفته باشن نه. چرا؟ برای اینکه تمام اون سالی مجلس ششم هم همین بلا سرش اومد، مردم رأی دادن، 200 کرسی از 270 تا دست اصلاح طلبا بود. اما امثال آقای نبوی که در هیئت رئیسه بودند یا دیگران، باز خدا پدر کروبی رو بیامرزه، تمام دوره 4 ساله مجلس ششم نشسته بودن اون پشت با خامنه ای معامله کنند و از طریق حداد عادل پیغام بدن، پیغام بگیرن به امید اینکه دیکتاتور دلش نرم شه. و از اون به بعدم که خوب که خامنه ای خیارش کنه کرد و خوب مراکز و قدرت رو گرفت و جنبش اصلاحات تونست مردم رو ناامید کنه ازش، بعد اون به بعد هم دیگه سیاست اصلاح طلب ها شده چیزی که من شو گوشتم گدایی قدرت. هرچند وقت یه دفعه گردنشون رو کج کنن، سیاست گردن کج برن، میگن تو رو خدا تو این انتخابات بذاریم ما بیایم، و آخریش هم همین آقای پزشکیان و امثال هم. اما به شدت تجزیه این آقای سازگار ببخشید حرفتو میپرم، عذرخواهی میکنم، خیلی کوتاه اگه میشه بگید، یعنی مثلا این چیز الان سرمقاله روزنامه اعتمادی که شما میبینید میشناسیدم کی نوشته و مردم نمیدونن راستش بخواه، اگه میشتاختن خیلی جالب بود، من اسم نمیبرم تا هم بودم. اینا رو به نظرتون مثلا هست سخت قدرت ازشون میخواد یا همینجوری فکر میکنن یا نه اینجوری فکر نمیکنن، حکومت هم ازشون نمیخواد ولی اینجوری میکنن که خودشون نزدیک کنن با حکومت؟ هر دو شه،
هر دوشه. یعنی مثلا خب شورای عالی امنیت ملی یه خط ایمیل میزنه که علیه مثلا راجب این جنگ و اسرائیل هیچی نباید بگین، همه خفقون میگیرن، یعنی انگار نه انگار مسئولیت روزنامه نگاری دارن، و بعد مسابقه میگذارن بر سر این که دقیقا دل دیکتاتور رو به دست بیارن، بهشون یه خود فضا بده. سودمندانه بگم آقای مهدوی آزاد، متاسفانه بخشی از این آقایون اصلاح طلب ها به فساد حکومت هم آغشته شده، منافع هم دیگه دارن بله. یعنی در دوره انتخابات میگفتن 10% وضع بهتر بشه، حالا مردم بیایید رای بدید، اما به قول یه آدمی که تو بیزنس بود میگه اینا به مردم نمیگن که 90% وضع خودشون بهتر میشه، میان دوباره پستا رو میگیرن، 3000 پست مدیریتی رو تو دولت میتونن بگیرن از شرکت های تابعه و وابسته دولت، حالا از وزارت خونه ها به کنار، بانک ها، شرکت ها، و دوباره میان و میرن. البته جمله آخر رو هم عرض کنم، اصلاح طلب ها محکوم به تجزیه بودن و شدنم، یعنی باید مثل چیزی که لنین میگفت راجع به خورد بورژوازی محکوم به تجزیه، اینا محکوم به تجزیه هن. یا باید بیان سمت ملت بیستن علیه نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه. به نظر من مثلا موسوی این کار کرده، اومد گفت باید رفراندوم بزنیم از جمهوری اسلامی عبور کنیم، اشتباه هم دیگه هم وقت اجرای این قانون اساسی، یا باید برن سمت خامنه‌ای بیستن، و این وسط دیگه نمیذاره دیکتاتورم بیستن، مردم هم نمیذارن، اونایی هم که دست و پا میزنن و در واقع رفیق دزد و شریک قافله بشن خیلی زود مشتشون با میشه. خیلی متشکرم. ناگفتم پیداست دیگه، لازمش تاکید بکنم که من نقد اگه به سرمقاله اعتماد کردم، این به معنی تعرض خدای نکرده به بعضی از بهترین روزنامه‌نگارای ایران توی این روزنامه نیست. بعضیشون من میشناسم، خانم آقایونی که جزو در واقع خیرتمندترین، زحمتکش‌ترین، پاکترین فعالان جامعه مدنی ایران هستن و شغلشون هست. خانم کنعانی، رسیدیم به خدمت شما. یه بخشی از این ماشین پروپاگاندا ایران که بازی میکنه، به هر حال ما نمیتونیم در شبکه اجتماعی میبینید آتیش که به پا میشه میگیره دیگه، اصلا من قبول ندارم بگیم همه اینا مثلا ماشین پروپاگاندا جمهوری اسلامی هستن، یه بخشی از شهروندان هم درگیر میشن، باور میکنن، هر از گاهی بعد چند سال ممکن نظرشون تغییر پیدا بکنه، عصبانی میشن، فوش میدن یا استفاده میکنن. این به نظرتون ذات سیاست ورزی است در شبکه اجتماعی، یا مشکل برمیگرده به مثلا جامعه ایران که توسعه نیافته است، به عنوان جامعه شناس بگیم مشکل توسعه نیافتگی داریم، یا چی؟ چون من فکر میکنم جامعه ایران دیگه حداقل یکی از بزرگترین ایرادایی که ما داریم، نه که من به عنوان عاقل بشم بگم بقیه دارن، ما داریم اینه که نحوه درست دست و پنجه نرم کردن با ماشین پروپاگاندا و تبلیغات پیچیده حکومتی رو بلد نیستیم و نمیشناسیم. ببینید، بذارید من اینجا مخالف باشم. در مورد توسعه یافتگی، اگر از لحاظ جامعه و فرهنگی صحبت میکنید، موافق نیستم که جامعه ایران جامعه توسعه نیافته محسوب بشه. از لحاظ آموزشی چرا ما به هر حال به قول شما این فرصت آموزش دموکراسی رو خب نداشتیم؟ یعنی 45 سال دیکتاتوری مطلق توتالیتر در جامعه بوده و حتی در ریاضی ما هم آموزش های ایدئولوژیک برای بچه‌ها وارد شده. این طبیعیه که در واقع این امکان تمرین گرفته شده، امکان یادگیری اون گرفته شده. یه مقدار بحث فرهنگی داریم که به قولی آتشین مزاج‌ترند خاورمیانه ای ها، و خب ایران هم طبیعتا شاملش میشه. هممون هم گاهی وقتا قربانی سیستم هستیم، هیچ ایرادی نداره. منتها از دو جنبه من به قضیه نگاه می‌کنم. یک، به عنوان یک جامعه شناس که خب خدمتتون عرض کردم، یک به عنوان در واقع یک فعال سیاسی، یعنی نگاه می‌کنم ببینم وظیفه فعال سیاسی در اینجا چیه. آیا باید مغلوب و مرعوب این فضا بشه؟ ما باید در نظر بگیریم در شرایطی که حداکثر چیزی که یک فعال سیاسی، به خصوص اگر در دیاسپورا باشه، در خارج از مرزهای ایران باشه، داره در این فضا تحمل می‌کنه، اصطلاحاً فحش و بد و بیراه تو فضای مجازیه. این در حالیه که مردم توی خیابان گلوله میخورند. آقای مهدوی، در برابر گلوله 4 تا فوش هیچی نیست، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی من به شخصه خب طبیعی میدونم که یک نفر مخالف من فکر کنه، حتی مخالف روش من باشه، و خب طبیعتاً خشمش رو بیاد خالی کنه. اتفاقا من دارم برای ایران آزادی فعالیت میکنم، با وجود اینکه ممکنه با یک نفر اختلاف عقیده داشته باشم، اما این تضمین وجود داشته باشه که اون بیاد در یک مقام رسمی سیاسی، در یک حزب، در یک سندیکا، در هر جایی که فکر میکنه میتونه در واقع ابراز عقیده کنه، بیاد و
ایده هاش رو گسترش بده. من برای اون دموکراسی دارم تلاش میکنم. وقتی میگم ملی‌گرا اصلا منظورم همینه، یعنی هر کس با هر عقیده‌ای که خط قرمزی رو رد نمی‌کنه بیاد و بشه. به عنوان یک فعال سیاسی سوال دوم که باید پرسید اینه، من از شرایط چطور میتونم استفاده کنم؟ الان ما مثالی که داریم میزنیم در مورد ماشین پروپاگاندای جنگ مثلا اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. یک فعال سیاسی باید بتونه با زبان درست رفتار درست رو در این شرایط انتخاب کنه و نه ترسه از پروپاگاندا، برای که پروپاگاندا کارش رو میکنه و متوقف نمیشه. دست من و شما هم نیست که متوقفش کنیم. ما نهایتش میتونیم ضد این دیس انفورمیشن اطلاع رسانی کنیم، اما اینکه چقدر معمولا خریدار داشته باشه دست ما نیست. حواسمون باشه که جنجال ها جذابن. یعنی اگر شما بیاید علیه یک نفر بگید آقا این فلانی، یک داستان زردی اصلا براش بسازید، جذابه و مردم هم خیلی خوششون میاد، دنبالش میدونن. به خاطر همینه که یک سلبریتی از یک دانشمند اصولا بیشتر طرفدار داره در هر کجای جهان. این مختص جامعه ایران نیست، اینو من تاکید میکنم. اما اون چه که مهمه اینه که دست و پای فعال سیاسی نباید بلرزه. یک فعال سیاسی یک الیته، یعنی یک نخبگی سیاسی و یک هوش سیاسی از خودش باید بتونه نشون بده، به خصوص در شرایط درب زنگاها. جنگی قراره از طرف اسرائیل با جمهوری اسلامی در بگیره، در جواب به موشک پرانی های جمهوری اسلامی. من به عنوان یک فعال سیاسی باید چیکار کنم؟ چطور از این شرایطی که من هیچ کنترلی روش ندارم، به هر حال اونا که از ما نمیپرسن چیکار میخوایم بکنن، من میتونم کاری رو بکنم که بهترین میتونه برای ایران باشه و کمترین آسیب رو برای این خاک و برای این مردم داشته باشه. در واقع از این دو جنبه، هم در واقع مغلوب پروپاگاندا نشدن در درجه اول و رفتار درست رو برای ایران و ایرانی در نظر گرفتن، فکر میکنم دو وظیفه مهمی که باید انجام بده. به وقتش، به زمانش، بسیاری. فرصت و آموزش هم طبیعتا پیش میاد و در مورد اون من فعلا واقعیتش نگرانی ندارم. بسیار عالی. آقای سرکوی، دیدم دو تا حرف جالب زدید. یکیش مثلا عجیب جالب من بود. یکیش این که گفتید که اساسا به نفع منافع ملی ایران نیست دشمنی با اسرائیل، و دومیش گفتید این جنگ ما نیست. منتها شما احتمالاً بهتر از من میدید ریشه این اسرائیل ستیزی در واقع از یک انحراف در جمهوری اسلامی نیست، یه ذره عقبتر هست. میشه به من بگید ریشه این شکل اسرائیل ستیزی که الان جمهوری اسلامی داره نمایندگیش میکنه کجاست دقیقا؟ یا بعد از انقلاب در واقع این شکل گرفت؟ و دوم، به نظرتون آیا میتونیم بگیم اکثریت جامعه ایران با این شکل تعریف کردن دشمن در واقع تعیین تکلیف کرده و در واقع فاصله گرفته و دور شده، مخالفه؟ خب من البته من از بخش دوم سوال شما شروع میکنم. من در داخل ایران نیستم و نمیتونم، به تحقیقات میدانی هم انجام نشده که مثلا اصلا در ایران امکان پذیر نیست تحقیقات جدی علمی به دلایل گوناگون. اما اون چی که از دور میشه، در واقع میشه از اون نمودارهایی که خودشو در رفتار و کردار مردم نشون میده گفت، این استش که مردم ایران اصلا خواهان جنگ با هیچ کس نیستند. مردم ایران میخوان در صلح و همزیستی مصالحه‌آمیز زندگی بکنند و یک به اصطلاح در مناسبات جهانی یک جای شایسته‌ای داشته باشند تا بتونه کشور توسعه پیدا کنه، سرمایه جلب کنه، تکنولوژی نو جلب کنه، این چرخ توسعه‌ای که خوابیده به اصطلاح دوباره به راه بیفته، این تخریب ساخت‌ها و اینا تمام بشه، بعد به اصطلاح اون چیزی که مردم ایران آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، رفع تبعیض‌ها میخوان، اینا رو ما میتونیم بگیم که مردم ایران میخوان. بنابراین مردم ایران خواهان جنگ نیستن، هیچ مردم اصولا خواهان جنگ نیستن. جنگ رو معمولا دولت‌ها و صنایع نظامی و برخی از کسانی که دیگه خیلی ایدئولوژیکن راه میندازن، وگرنه کدام مردم در طول تاریخ خواهان جنگ بودن که حالا مردم ایران خواهان جنگ باشن؟ در مورد ایران هم طبیعتاً این درست هست که ما باید با همه کشورهای دنیا و به خصوص با کشورهای منطقه مناسبات داشته باشیم، روابط داشته باشیم، در رابطه همزیستی مصالحه‌آمیز زندگی کنیم و بکوشیم به سود منافع ملی خودمون در اونجایی که میشه و موقعیت و امکانات اون اجازه میده بهره بگیریم از شرایط. این یک نکته. بنابراین در مورد مردم ایران من میتونم اینو بگم. و چیزی هم که اتفاقاً اکثر مخالفین و منتقدین میگن نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی، هر دو درست در همین راستا هستش. حالا بعضی هم گفتم دلشون خوش است به یه توهماتی، اما اونا خیلی اندک هم منذبین، حالا سرصداشون در فضای مجازی زیاد. ولی اون ور قضیه که گفتین این ریشه به اسرائیل ستیزی، این واقعا برمیگرده به شما فرصتش نداریم من بگم، برمیگرده به تاریخ شکلی اسرائیل. وقتی که اسرائیل شکل گرفت، خب مناقشاتی بود با فلسطینی‌های ساکن اونجا، بالاخره درگیری‌های وجود داشت. شما میدونید قبل از جمهوری اسلامی جنگ‌ها شده بین اعراب اسرائیل، بین فلسطینی‌ها و دولت اسرائیل. بعد منتها روحانیت شیعه
ببینید یه موقعی هست خاصی که مردم فلسطین دارن، این که دو دولت دو کشور، یعنی دولت فلسطینی به رسمیت شناخته بشه و این دولت و کشور فلسطینی با دولت و کشور اسرائیلی با هم در همزیستی مسالمتی زندگی کنن. این یک مسئله است که اسرائیل هم از سرزمین‌های اشغالی خارج بشه، چیزی که سازمان ملل گفته و حتی آمریکا هم به این رأی داده. اما مسئله دیگر این به اصطلاح روحانیت شیعه است و روحانیت شیعه و اصولا روحانیت اسلامی، اصولا مسئله فلسطین و مردم فلسطین و خواست فلسطین نیست، مسئله ایدئولوژیک است. از شروع من تاریخ بخونیم میدونیم که وقتی اسرائیل شروع شد این آیت الله کاشانی وجود داشت که سربازگیری میکرد که بفرسته برای نابود. این مسئله نابود، اینا میگن اسرائیل باید نابود شود. اینا حتی خاتمی یه موقع گفتش که اسرائیل قده سرطانی، خمینی گفته قده سرطانی، یعنی این که شما سرطان در بیاری میدونیم دور. این به اصطلاح اون کار که انگیزه جمهوری اسلامی کمک به مردم فلسطین نیست. انگیزه جمهوری اسلامی یک انگیزه ایدئولوژیک است، یک دشمن ساخته، این دشمن ایدئولوژیک است. همیشه هم از دوران اول بوده، از دورانی که اسرائیل تشکیل شده روحانی همیشه می‌خواست اسرائیل نابود بکنه. این رفتی به منافع ملی ما هم نداره، اما این یه خواست ایدئولوژیک است که اینا بخشی از ویرانی های کشور نتیجه همین سیاست است، بخشی از تحریم ها و خیلی از مناسبات به اصطلاح که ما در جامعه جهانی نمیتونیم مناسبات خوبی داشته باشیم به خاطر خواست ایدئولوژیک این به اصطلاح روحانیت شیعه هست. بنابراین دو تا مسئله هم جدا بکنید. یکی این که به هر حال اسرائیل باید قطعنامه سازمان ملل بپذیره از سرزمین های اشغالی که اشغال کرده طبق نظر سازمان ملل و آمریکا بهش رأی داده خارج بشود، یک کشور فلسطینی تشکیل بشه، دو کشور در کنار هم دیگه بتونن زندگی بکنن. این یک مسئله است. خود جمهوری اسلامی باش مخالف آقای سرکوی دیگه، شما میگید دیگه با جمهوری با وجود کشور جمهوری اسلامی هیچ کاری نمیتونه همچین اتفاقی بیفته. نه، مشکل قضیه این است که سه تا عامل وجود داره که این طرح دو کشور دو ملت رو مثلا منتفی میکنه. وگرنه قبلا یکی این که در اسرائیل نیروهای مترقی یه موقع رأی میوردن مثل اسحاق رابین، اینا در فلسطین هم سازمان های مترقی بودن، اینا رفتن صلح کردن، قرارداد اسلو رو امضا کردن، اما بعد یه بنیادگرای یهودی زد اسحاق رابین رو کشت. در اسرائیل الان احزاب راست و راست افراطی بر سر کارن که قبول ندارن این مسئله. جمهوری اسلامی هم که اصلا میگه نابودی اسرائیل قبول نداره، دو کشور دو ملت، یعنی هم نتانیاهو هم جمهوری اسلامی هم موزه هستن در این که دو کشور دو ملت نداریم. خب این اونورم قضیه در سازمان های فلسطینی احزاب مترقی ضعیف شدن، احزاب بنیادگرای مذهبی تروریسم به وجود آمدن. با این سه تا عامل طبیعتاً اون ممکن نیست اون داست. بله، که بنیادگرایی در اسرائیل هم سرکوب بخش بزرگش ناشی از بنیادگرایی جمهوری اسلامی است، یعنی جمهوری اسلامی گروه تروریستی را تجهیز میکنه. علت اصلیش تغییر ترکیب جمعیت اسرائیل بعد از سقوط شوروی است که اون موج مهاجرات عظیمی که اومد اونها هویت خواه بودن طبق نظر جامعه شناسان، اون وقت اونها هویت خواه بودن با احزاب مترقی رأی ندادن، احزاب راست و راست افراطی مثل حزب لیکود و نتانیاهو رو بیشتر رأی بردن. حالا البته وقتی هم که شما جمهوری اسلامی طبیعتاً خیلی نقش داره در این مسئله، برای که وقتی شما میگین من میخوام یک کشور رو نابود بکنم، خب طبیعتاً اون برای قضیه هم نمیشینه بگه خب بفرمایید مثلا شما کشور بنده رو نابود بکنید، خب اونا هم مقابله میکنن. تندروها هم یعنی جنگ همیشه تندروها رو بر سر کار میاره. بله، خیلی متشکرم. الان بحث جامعه شناختی گفتید راجبش بحث بسیار میشه کرد، ولی به حال نگاه تاریخی هم اگر داشته باشیم بارها این عملیات تروریستی راستگرایان در اسرائیل تقویت کرد. بسیار بسیار سپاسگزارم از محسن سازگارا، فعال سیاسی جمهوری خواه، عضو شورای مدیریت گذار، از واشنگتن فرو کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت، و فرید سرگوهی، نویسنده روزنامه‌نگار، او هم از فرانکفورت. خانم آقایان، مواظب خودتون باشید، خداوند ایران زمین نگهبان و پاسبان شما، و یادتون باشه در جنگ اسرائیل جنگ اونهاست، جنگ سپاه پاسداران و نتانیاهوست، بقیه مردم اینجا یا قربانیان یا بی‌طرف، کسی مقصر نیست. خداحافظ.